ولایت غور یکی از ولایات مرکزی و سبلوبور کشور است که بیشتر از 1 میلیون نفوس دارد و تنها یک شفاخانه ولایتی که در مرکز فیروزکوه موقعیت دارد و عرضه خدمات صحی را برای باشندگان غور ارائه می کند. در همین حال شماری از شهروندان غور از نبود امکانات صحی و تجهیزات ضروری، کمبود نیروی کاری حرفه‌ای در این شفاخانه شکایت دارند. خب ولایت غور یک از ولایت‌های کوهستانی و سبلوبور است، جنگ است، مردم بیشتر فقیر هستند. تنها یک شفاخانه ولایتی وجود دارد که از تمام نقاط به این شفاخانه مراجعه میکنند. متاسفانه شفاخانه هم او امکانات و وسایلی که نیاز است در اختیارش نیست. امکانات و وسایلی که از گذشته هم بوده بسیار کهنه و فرسوده شده و قابل استفاده نمیباشه. متخصص، نرس، دکتر و کادری که در این شفاخانه نیاز است متاسفانه موجود نیست. از وزارت صحت عامه می‌خوایم که دکترهای متخصص، دکترایی که تحصیل کردن، کادر ورزیده هستن، اینا را یک توجه بکنه، از دیگه ولایت‌ها روان بکنه به ولایت غور. و همچنان از ماشینایی که ما استفاده می‌کنیم، ماشینایی که شفاخانه ولایت غور موجود هست، ماشینای خیلی فرسوده از سال‌های قبل، حتی در قسمت اکسیژن گیری که مریضان نمی‌تونن به درستی اکسیژن بگیرن. در ولایت غور به کمبود دکتر متخصص هستیم، تشکیلات بسیار کم هست، مشکلات مردم را نمیتونم معرفی بسازه. همه شهروندان ولایت غور در شفاخانه ولایتی مراجعه میکنند. امیدوار هستم که تشکیلات از اینا بالا بره. از سوی دیگر دکتر محمد عارف لعلزاد، جراح عمومی شفاخانه ولایت غور، میگوید این شفاخانه نظر به نفوس ولایت به کمبود وسایل طبی از جمله اکسیژن مواجه است. چالش مهم و عمده ما که اینجا است کمبود پرسنل مسلکی، که ما شفاخانه ولایتی یکی از شفاخانه های در تشکیل خود نسبت به تشکیل 5 سال پیش بوده. یعنی ما حال که مقایسه میکنیم که مریضای ما روز به روز زیاد میشه، نفوس زیاد میشه، ما با مو تشکیل 5-6 سال پیش بودیم، تا حال تشکیل پرسنل ما اضاف نشده، مریضا ما زیاد شده، لودی کاری سر پرسنل زیاد است. و یک مشکل چالش دیگه ما کمبود اکسیژن است که ما به سیستم اکسیژن ما شفاخانه تعمیر استاندارد ساخته شده، سیستم اکسیژنش نلدوانی شده و بسته‌بندی شده، عیار شده، اما نبود تولید ماشین اکسیژن یک چالش بزرگی به ما ایجاد کرده. ما اکثریت بخش های ما اکسیژن خالص نداریم، ما ماشین های کنسنتر داریم که اونا 40% اکسیژن تولید میکنن. ما در بخش عملیات خانه تا حالا به سیستمی سابق، یعنی سیستم انبوبک، ما مریض عیار میکنیم که این سیستم اصلا رواج افتاده، که باید سیستم ماشین های وینتلاتور باید باشه و ماشین دستگاه انسیزی به شکلی اوتو وینتلیشن میکنه و مریض ها رسیدگی میشه. از سوی هم دکتر جمعکل یعقوبی، رئیس صحت عامه، ضمن تایید کمبود تجهیزات وسایل طبی در این شفاخانه افزود با ختم برنامه کرونا یک تعداد وسایل و تجهیزات طبی که برای شفاخانه کووید 19 خریداری گردیده است به دسترس شفاخانه ولایت غور قرار داده می شود. و ما در برنامه یا در پروژه که مبارزه با کووید 19 بود، یک تعداد زیادی از نیازمندی های شفاخانه را شامل قرارداد از ساختیم و فعلا این امکانات به دسترس شفاخانه کووید 19 است که در ختم برنامه کووید 19 اینا میشه که به شفاخانه ولایتی اندوار شود و از استفاده بکنن. و اصلا شفاخانه ولایتی غور برای یک دستگاهی که اکسیژن خالص تولید بکنه نیاز داره و ما این موضوع را از چند سال به این سو تعقیب داریم و در اواخر هم تعقیب شده. وعده و نوید های هست که یک ماشین تولید اکسیژن در شفاخانه ولایتی غور نصب شود. گفتنی از شفاخانه ولایتی غور با داشتن 150 بستر باز هم به کمبود تجهیزات طبی، دکتران مسلکی، نبود الحاقیه و سرویس نسایی ولادی مواجه است.